تقسیم کنید و جواب را به شکل عدد مختلط بنویسید. و داریم که 3 بر 5 تقسیم بر 1 بر 2. حالا هر زمانی که یک کسر را تقسیم می به خاطر داشته باشید که تقسیم کردن توسط یک کسر با ضرب کردن معکوس کاملا یکسان می باشد. پس این با 3 بر 5 کاملا یکسان است. این کسر سی بر پنج ماست و در عوض علامه تقسیم از علامه ضرب استفاده می کنید و به جای کسر یک بر دو معکوس یک بر دو را می گیرید که کسر دوی بر یک باشد پس ضرب دوی بر یک می شود پس تقسیم یک بر دو کاملا با ضرب کردن دوی بر یک یکسان است و ما این را فقط با ضرب کردن مستقیم انجام می دهیم 3 2 می شود پس صورت کسر ما شش است. 5 ضربه 1 مساوی به پنج می شود. پس 3 بر 5 تقسیم بر یک بر دو یک کسر دیگر شش بر پنج می شود. حالا از ما می خواهد که آن را به گونه یک عدد مختلط بنویسیم. پس پنج را تقسیم شش می کنیم در می که چند برابر باید انجام شود. آن تمام بخش از یک عدد مختلط خواهد بود و هر چیزی که باقی مانده است باقی مانده. صورت کسر بالای پنج خواهد بود. کاری که ما انجام می دهیم پنج را به جای شش می بریم. شش بالای پنج یک بار قابل تقسیم است. یک ضرب پنج مساوی به پنج می شود. تفریق می کنیم و یک باقی می ماند. بنابراین شش بر پنج مساوی به تمام آنها است یا پنج بر پنج و یک بر پنج. این یک از هر چیزی که باقی مانده به دست آمده و کار ما تمام است سه بر پنج تقسیم یک بر دو یک و یک بر پنج می شود حالا موضوعی که نمعلوم مانده این است که چرا این گونه شد چرا تقسیم کردن یک بر دو با ضرب کردن بر دو یکسان می باشد دو بر یک با دو کاملا یکسان می باشد و برای این کار از یک مثال استفاده می نمائیم. امیدوارم مطلب اصلی واضح شود اجازه هید که چهار شکل داشته باشیم. پس چهار شکل داریم. یک، دو، سه، چهار. چهار شکل داریم. اگر بخواهم که آنها را به دو گروپ تقسیم کنم. خب، می خواهم که آنها را به دو گروپ تقسیم نمایم. این هم یک گروپ. و آن هم گروپ دیگر. حالا چند گروپ داریم؟ خب، چهار تقسیم بر دو. پس من دو گروپ دارم. پس این مساوی به دو می شود. حالا چطور است که چهار شکل مشابه را بگیرم؟ یک، دو، سه، چهار. آن چهار اشکال مشابه را می گیرم. و جای تقسیم کردن آنها به دو گروپ می خواهم که آنها را گروپ های یک بر دو تقسیم می نمایم. و به این معنا که هر گروپ داره نیم شکل می باشد. آن در اینجا یک گروپ می شود. این گروپ دوم و این هم گروپ سوم می باشد شما می بینید که هر گروپ دارای نیم دایره میباشد آن هم چهارمین آن پنجمین آن ششمین آن هفتمین و بالاخره آن هم هشتمین است شما هشت گروپ نیمه دارید پس این مساوی به هشت میشود و حالا توجه داشته باشید که هر کدام از اشکال دو گروپ می شود پس حالا گفته می توانید که چند دانه گروپ دارید خب شما چهار شکل دارید که هر کدام آنها دارای دو گروپ می باشد. من دنبال یک رنگ متفاوت می گردم. هر کدام آنها دو گروپ می شود. و شما هشت گروپ دارید. بنابراین تقسیم کردن آن بر یک بر دو با ضرب کردن آن با دو کاملا یکسان می باشد و با اعداد دیگر نیز می توانید چنین کار را انجام دهید. امیدوارم که یک مقدار برایتان واضح شده باشد.